این دوتا رو اگه با هم مچ نشه، دو تا اتفاق خوب افتاده که مچ نشده. یک، یا رایان داره اشتباه میفهمه برداشتش از اون وظایفش، از کاراش، یا از عملکرد خودش که داره کار میکنه برداشتش غلطه، یا ما برداشتمون غلطه. به هر صورت باید به یه فهم مشترکی با هم برسیم مجددن و بیایم این رو بذاریم اگر اشکالات رو برطرف بکنیم که این اتفاق دفعه بعد به یه اشتراک برسه. یعنی ارزیابی دو طرف باید برسه به یه حالت خیلی نزدیک. یعنی دفعه بعد اگر این دفعه بین نمره‌ای که رایان به خودش داده 90، من بهش دادم 50، این باید دفعه بعد برسه به چی؟ 75-80. نمیتونه، یا 90-95، نمیتونه فاصله ها از هم دیگه خیلی باشه. پس ارزیابی رو یه کار هوشمندانه اسمارت انجام میدید. اینا چیزای روشای مستقیم خود منه تو کار که شما میاد چیکار میکنید. اینا همه چیزایی که من درست کردم. شما میاد به خود فرد ارزیابی رو میدید انجام بده از خودش، شما هم انجام میدید، دعوایی هم با هم ندارید. هیچ اشکالی هم نداره که طرف خودشو اوور استیمیت کرده باشه و خودشو خیلی خوب جلوه داده باشه. یاد میگیره که دفعه بعدی هم چیکار نکنه، چون نگاه میکنه خودش چیکار کرده، شما چیکار کردید. و این باعث میشه که نگاه ها به هم نزدیک بشه و الکی بزرگ نمایی از خود آدم نشه، چون هدف این است که در نهایت جوابی درستی از کار گرفته بشه. یعنی دو طرف همه دنبال این هستیم که ازش یه جواب بیاد بیرون. تعمیله میگه میشه این قانون ها رو در قالب آیین‌نامه و دستور عمل داشته باشیم که هر کسی به تیم اضافه میشه روند کار رو بدونه. دقیقاً همینطوره. زمانی که اولش داشتی تیم رو درست میکردی، چون اون پلنت رو نوشتی، یه مجموعی از تمام اینها رو داری، ولی در طول زمان داره هی این مجموعه تو هی به یه قوانین، بعد قوانین پویا باشه، یعنی یه مجموعه از روز و رگولیشن مشخص داری که هی به اینا یه سری چیزای اضافه میشه، ممکنه یه تغییراتی هم بکنه، که این آپدیت رو همیشه بین همه اعضا با همدیگه پخشش میکنه. یعنی به همین شکل که گفتی، هر کسی که میاد همیشه یه وضعیت آپدیتی از اینا، از اون قواعد و قوانین داره. پس سیستم ارزیابی و ارزشیابی رو به روشی که گفتم پیاده میکنید و کاری که میکنید این است که میایید و به افراد میگید که بیان با خودشون ارزیابی کنن، شما هم ارزیابی میکنید یا حالا یه بخش رو میذارید برای ارزیابی و این ارزیابی ها رو با همدیگه در نظر میگیریم و مچ میکنیم، دوباره صحبت میکنیم و اینو اصلاحش میکنیم. گفتیم که سلبریت میکنیم، جشن میگیریم موفقیت های افراد رو. جلسه میذاریم برای تمام اتفاقات ناموفق. برای ناموفقیت ها جشن میگیریم به روش دیگه، نمیشیم سینه بزنیم، جشن میگیریم به شکل دیگری. جمع میشیم دور هم دیگه و درباره اون ناموفقیت ها و اشکالاتی که پیدا شده و اون جاهایی که رفوزه شدیم، توش موفق نشدیم، اتفاقات بدی که افتاده رو میاریم رو میز و دربارش همه با هم یه حرف میزنن، درباره اینکه چرا اون اتفاق افتاده، برای چی باید اون فضای ناموفقی که حالا به طور به هر دلیلی اتفاق افتاده باید مشخص بشه. این سیستم اِوالویشن افراد، یعنی ارزیابی افراد، مرحله مرحله همیشه دنبال میشه، همیشه مرحله مرحله دنبال میشه که ما ببینیم که این نیست که در یه مقطعی تموم بشه، دنباله دار انجام میشه که افراد اگر به هر دلیل در یه زمانی کارشون میلنگه، میتونه مسائل شخصی داخلی داشته باشن، میتونه هر دلیل دیگه باشه، فرق نمیکنه. مهم است که به هر دلیلی که داره میلنگه، عملکرد یه فرد مستقیما افکت میده به تیم. اون فرد فردی از یه تیمه، خودش به تنهایی نیست. تمام کارهایی که بکنه، هر مدل اشکالی که داشته باشه، داره لطمه میزنه به تیم. پس بنابراین باید این عمل کرد به طور مشخص هی دنبال بشه، هی شناسایی بشه و اگر اشکالاتشو میشه برطرف کرد برطرف بشه، حتی اگر به قیمت این است که از تیم جدا بشه. متاسفانه باید از تیم جدا بشه و جایگزین بشه با فرد دیگری توی این ارزیابی ها که تیم ارزشش اصله، ربطی به فرد اصلا نداره که یه فرد چه مسائلی داره، به هر دلیلی مسائلی پیدا میکنه، باید بقیه راه رو بقیه برن. چون هممون داریم درباره یه گول های مشخصی کار میکنیم و به این فهم مشترک رسیدیم که یک گول مشخصی رو داریم ایجاد میکنیم و داریم جلو میبریم، به
این فرهنگ رو تو تیم جا میندازیم که به هم دیگه باید کمک بدن. این که افراد میگه آقا من وظیفه‌م اینه تکلیفم باشن، من کار خودم رو میکنم، این یعنی انفرادی. من کار خودم رو میکنم اما یک کاری برام برمیاد که بتونم برای فلانی انجام بدم تو تیم، میتونم با همین کارگر فلان کار براش بکنم، حتما باید برام بکنم. این وظیفه تیم ورک، این استایل تیم ورک کار کردن، این هم یکیشه که پس برای این اساس هست که آقا کاری باید بکنه که به تیم داره کار رو برای تیم میکنه. پس اگر تو دیپارتمن کاری که داره انجام میده بگه آقا من فقط وظیفه هم نیست، وظیفه من نیست که به تو کمکی بکنم یا کاری بکنم، این یعنی عدم فهم درست از یه تیم ورک. اعضای تیم باید اینو بدونن که قرار نیست کسی بعدشون سوال کنه بگه تو داری چی کار میکنی، تو در چه وضعی هستی، تو یه خورده از وضعیت کارت بگو. همه باید خودشون داوطلبانه و آمادگی رو، نه تنها آمادگی شدشون بلکه پیش از اینکه ازشون سوالی بشه باید بیان و هی به همدیگه در گروه بگن آقا آخرین وضعیت ما اینه، اینجوری، حالا اون جلسات رو به همین دلیل گذاشتیم. ولی همیشه اگر یه وقتی ممکنه یه سری اتفاقاتی رو خیلی، مثلا فرض کن نوبت من مثلا سه هفته دیگه است که قرار پرزنت کنم، ولی تا سه هفته دیگه یه عالمه اتفاقات افتاده که من اینو میتونم موقع ناهار و غذا و نمیدونم دور هم دیگه های دیگه که داریم به روش های مختلف همه رو از وضعیت خودم آپدیت کنم. و اصلا هیچ اصراری نیست که حتما تا روز میتینگ که نوبت من میشه پرزنت کنم من همه رو رو هوا نگه دارم و آپدیت نکرده باشم. همش یک سره همدیگه رو بعد آپدیت کنید از آخرین وضعیت همدیگه که داره چی در اینا میگذره. ممکنه آپدیت که من میکنم اصلا جلوی یه عالمه اشتباهات این دیپارتمنت دیگه ای رو بگیره، یا دوباره کاریه یه جای دیگر رو به هر دلیل یه کاری داریم انجام میدیم در قالب یه دونه پروژه از بخش از این مارکتینگ پلن تیممون رو داریم انجام میدیم، هر کسی وظیفه‌ای دستشه و اگر من آپدیت نکنم تیم رو ممکنه تیم در حال انجام یه حرکت مشابهی بشه و یه دوباره کاری بشه. یه با این کارهایی که داریم میکنیم داریم یه فضای اعتمادی رو در جمع میسازیم و یه احترام متقابلی رو برای همه و همدیگه میسازیم. یعنی همه با هم یک احترام و اعتمادی به همدیگه پیدا کردن که تو این کاری که داریم با هم میکنیم همه یه جور هستیم، همه یه حجمی از منفعت داریم و اگر اتفاق بیفته چون منفعت مشترکی داریم همه اون لطمه میبینیم. این فضا رو باید همه جدی بگیرن و بهش پذیرفته باشن، توشون فرو رفته باشه بهشون و بدونن که آقا این چیزی نیست که شما اصلا فرق بین شما و بقیه اعضا وجود نداره. وقتی بقیه دارن هر چی شما قالتاقی پشت این دره، وقتی از این در داری میای تو، منافع مشترکی که تو این تیم برای هم دیگه وجود داره یعنی که اولیش همین است که آقا با هم دیگه اعتمادی داریم و احترامی داریم به هم می‌ذاریم و داریم با هم کار می‌کنیم، منفعت مشترکی داریم و هر مدلی این اعتماد خدشه‌دار بشود و این احترامی که برای هم داریم خدشه‌دار بشود کل تیم لطمه می‌خوره و تو به تنهایی نیستی که داری لطمه می‌بینی یا لطمه می‌خوری یا لطمه می‌زنی، بلکه همه دارن این وسط توی یه منفعت مشترک هستن. بنابراین چه نظر پشت پرده هر آنچه که قالتاقی های خودتو داری زمانی که داخل تیم میشی همه با هم دیگه اینجوری خیلی مثل کف دست مرتب و منظم و همه چی خوب و خوب و مرتب. به هیچ عنوان بزرگ نمایی و دروغ گفتن رو در مسیر کارتون قرار نمیدین. یعنی اعضای تیم رو یاد میدین که آقا تو اگر امروز دروغ بگی، اگر امروز یه چیزی رو غیر واقعی بگی، اگر یه مسائل رو به ما اطلاع رسانی غلط باشه کمکی به خودت نکردی، تو فقط به یه لطمه عظیمی رو به خودت زدی و از اون عظیمتر به تیم زدی، بخاطر اینکه تیم بر اساس حرفایی که از تو میشنوه و اون اعتمادی که به تو کرده
رفته تو لول بعدیش که آقا بر اساس حرف تو داره اون کارها رو میکنه و فکر میکنه اون کارهای اون حرفا که تو زدی همش سر جای خودش درست انجام شده. پس بنابراین حرفای غیر واقعی و حرفای بزرگ نمایی هیچ کمکی به پیشبرد کار نمیکنه، به هیچ کس توصیه نمیکنیم و به همه میگیم که آقا تو این تیمی که دارید کار میکنید از حرف غیر واقعی و بزرگ نمایی دوری کنید. هر مدل مشکلی که پیدا میشه به نظر من، هر مدل قرقاتی شدن، اگه یادتون باشه گفتم حتی وقتی ارزیابی یه فرد از خودشو میاد مقایسه میکنید با ارزیابی خودتون از اون فرد و اینقدر با هم متفاوته، این یه فاجعه نیست، این بلکه یه فرصته که بتونن دو طرف کمک کنن به اصلاح نگاه خودشون، هر کدوم که دارن اشتباه میکنن با واقعی نگاه کردن، و اونو تبدیل کنن به یه فرصت جلو رفتن. پس بنابراین اون چیزهایی که اتفاقات اشکالاتی که پیدا میشه در طول راه و مشکلاتی که پیدا میشه رو با توجه به اشتراک گذاشتن تیم وسط و با هم حرف زدن تبدیل میکنیم به یه فرصتی برای جبران و موفقیت. یعنی که 100% این رو میبریمش به سمت این که اینو تبدیلش کنیم به یه موفقیت. افرادی که میخوان بیان، ممکنه این تیمی که درست شده بخواد به اعضای تیمش کسانی رو اضافه کنه، یا هر این یه تیم لیدرشیپ و مدیریتی باشه که داره زیر مجموعش سری افرادی رو استخدام میکنه یا میخواد اضافه کنه به زیر گروه های خودش. بهترین روش این است که جزء اون دیسکاشن هاش بیاره اینو، جزء اون جلسات بیاره و دربارش صحبت کنه با دیگران و از دیگران در این زمینه نظر بخواد و بگه که من دارم این کارها رو میکنم و این افراد رو میخوام جذب کنم یا قرار این آدم ها با ما اضافه بشن، نظرات دیگران رو شنیده باشه و اینجوری فقط همه رو یه دفعه سورپرایز نکنه با یه عضو جدیدی که یا اعضای جدیدی که بگه که خب اینا هستن دیگه، اینا جدید اومدن. یه جو بیریختی تو فضا ایجاد میشه برای اینکه این همه شما زمان گذاشتی که این جو ترتمیز و خوشگل رو درست بکنی برای تیمت و تو این تیم اومدی یه فضای خیلی خوب دوستانه‌ای رو زمان برده درست کردیم، اعتماد همه درست کردیم. یه فرد جدید تا بخواد جا بیفته خیلی زمان میبره. پس بنابراین قبلش با مقدمه چینی این فرد یا افراد جدیدی که قرار بیان تو رو جا بندازین، کاراشو بکنید، حرفاشو بزنید و به اون روش فرد جدید رو بیاریدش تو. اگر شما یه لیدر هستی، یعنی یه تیم رو داری میگردونی و خودت جزوی از، یعنی خودت مدیر اون تیم هستی، اون جو دوستانه رو که بین شما و داره تیمت ایجاد میشه رو همیشه نگه دار و اگر قرار بر این بشه که شما جو تبدیل بشه فقط به یه بیگ باس بالا و نتونی با تیمت ارتباط برقرار بکنه، تیم آن چیزی که در چند تداره رو برات همیشه در یک دایره خجالت، احترام یا هر چی دیگه که میخوای اسپری بذاری رو درواسی، خیلی از حرفا رو باید نمیزنه و بازنده بزرگ شما میشی به عنوان تیم لیدر، نه اونا، چون بخشی از حرفا رو نمیشنوی. ما زمانی موفقیم که بتونیم یک کوچ خوبی باشیم برای تیم، برای اینکه همه حرفاشون رو بذارن رو میز و به هم بگن، چیزی نمونه برای اینکه تو ذهن خودش بمونه و مطرح نکنه. اگر حرف مطرح نشده ایجاد بمونه، یعنی که بسیار خطرناک. جالبه که به هر حال به خاطر اینکه درست همه اعضای تیمن، همه منفعت مشترک دارن، همه کارهای که میکنن برای به کل تیم داره کمک میکنه، ولی مسلماً باید یه سیستمی داشته باشین که کسی که کارهای بهتر میکنه، همونجوری که گفتیم سلبریت میکنید، یه جشن میگیریم برای موفقیت های یه فرد، اهمیت باید داد به کسی که کارهای موفق تر میکنه. تیم باید، همه اعضای تیم باید به این باور برسن که نمیشه که
حمید و رایان و هادی و بقیه همه یه تیم باشن، بعد به هر دلیلی هادی داره یه سری کارهایی رو میکنه که خیلی منفعت خیلی قوی برای همه تیم داره، ولی کماکان داره از اون منفعتی که داره برای همه ایجاد میکنه یه مشترکی میبره از همون حجمی که حمید و رایان و من و بقیه هیچ کاری براش نتونستیم اضافه تر، یعنی به اندازه خودمون داریم منفعت میبریم. پس یک سیستم منفعتی رو برای تیم تعریف بکنید، اینسنتیو، جوایز، پاداشی رو تعیین کنید بابت اتفاقات خوبی که برای تیم اون تیم ممبرها انجام میدن. هر کس به هر حجمی که داره اتفاقات خوب میاره به همون حجم ازش بهره ببره، به اضافه اینکه از منفعت کلی تیم، بهره هایی که داره تیم از دل این تیم میاد بیرون، اگر منفعت مستقیمی داره برای سیستم و داره پولسازی خاصی میکنه، باید یه حجمی از اون رو به عنوان پاداش برای اون تیم همیشه در نظر بگیرید. زمانی که مشکلاتی پیش میاد، اختلافاتی ایجاد میشه، اون اختلافات و مشکلات باید بیاد و داخل خود تیم قرار بگیره. یعنی اینکه اون اول از همه شناخت اون اختلافه، شناخت اون مسئله مشکله، اون چه مشکلی از مثلا این شناخت باید ایجاد بشه که این مشکل از پایه از کجا شروع شده و مشکل چیه. بعد که مشکل مشخص شد، افرادی که طرف های اون مشکل هستن، اینها باید نظراتشون رو بیارن و مطرح کنن. وقتی که اون نظراتشون رو مطرح میکنن، نظرات اون افرادی که مستقیما طرف هستن، بقیه اعضای تیم اون نظرها رو شنیدن و نظرات خودشون رو درباره اون چیزهایی که شنیدن از طرفین اختلافات و مسائلی که پیش اومده میذارن وسط و از مجموعه دل اینها باید همه به یه